دستت در بگیرم. چمدونامون همه سر جاشه. مدرک هم اینجاست نبردن. ای وای، گاز و ترمز و فرمون و کلاژ و دمبل هست. آقا دست شما درد نکنه، چون برام خوشگوش بده. با چه زبونی از شما تشکر کنم؟ یه بار سنگین از رو دوش من خون واسه خواهش می‌کنم. شما من بعد از این بیشتر مراقب باشید که نه خودتون نه ما به زحمت بیفتید. من یه عرض کوچیکی با آقا کریم داشتم. شما تا دستی داری ماشین رو می‌کنید. من دیگه خدا رو صد هزار آقا کریم، جون آقا کریم، میدونی قیمت سی کیلو کوکائین چقدره؟ چون ساعت هم نظر بازارش دست هم نیست. 12 میلیارد تومان. باشه باشه، نگین چی گفته. نگین بابا، برای گلم چرا نگه تو چرا ما برگیره؟ چی باید به تو بگم؟ هیچی آقا جون، هیچی نگه، اصلا هیچی نمیخواد بگیر، دست تو نزد نکنه. آره ولش کن بهزاد جان، ما حتما برای اینا بچه های خوبی نبودیم، نمیتونن به ما اعتماد کنن و ماها بگن که چی شده جلی چاری سکنه. آره دیگه، به گذشته چی فکر میکنم؟ حتما ما بچه خلافی نبودیم دیگه، نبودیم دیگه علی، این حتما بهمون میگفتن دیگه. اصلا نبودی واسه مثال داریم میگن سر نو با بدان بهتر است خاندان نبوتش بچه. مادر این چه حرفیه میزنی؟ اتفاقا شما خیلی هم بچه های خوبی هستین و خواهیم بود. منم بهتون افتخار میکنم. نه مادر جا چرا تعارف میکنی با آدم ها پرداخته یه ساده ای نه با پرداخته خوبی نبودی مادر. ای مرزاد ساله ای بودی این اتنه تو خانواده بودی ببین چی کارش کردی بچه ولی دیگه نمیخواد به مرزاد آره آره راست میگه راست میگه من خودم فکر میکردم به عنوان دختر شما آتن و مونس و همراز شما ایمنه ممکنه با این حرف ها مامانتون رو فام کنید اما عمرم با این عدا بازی و گیگوزاری و این بازی کردن از اون محال زیر زبون منه بگوشید که تو ماشین کوکائینه. چی؟ تو ماشین چه همه چه همه شده؟ کریم گفتی تو ماشین کوکائینه؟ سلام سلام قدومی در داخل ماشین کریم هاونی بوده بچه ها ردش گرفتن جاده مشهد در حرکت خوبه همین الان با بچه های مواد مخدر مشهد هماهنگ کن خودت هم آماده شو بریم فرودگاه عجله کن دادا یه ساعت دیگه من فلکه برقم باش خدا حافظ خدا
وایزتون دیگه میری. من درو جنازه من رچی من میذارم شما برید. شما خیلی به شما زحمت دادیم به خدا. اجازه بدیم ما میریم یه هتل میگیریم. سیون جون هتل چیه؟ اصلا این وقت سال هتل گیر نمیاد. جان مطمئن باش گیر میاد. بگردیم پیدا میشه. آفرین. آقا کامیز درست میگه. یه شب که هزار شب نمیشه بالاخره یه اتاق گیر میاری. بله من اصلا آمار گرفتم سرچ کردم هم هتل ها رو در آوردم هم اسمشون رو. بله ببین هر چی صلاحتونه اب نداره. ما یه کلبه خرابه داشتیم گفتیم تشریف بیارین قدمتون رو چه شما نمیدونم سلاح اینو گیر نمیدونم نشد یه خانه ما ما الان مثلا جا پیدا نمیره به جان خود هتل نیست. کجایی داری صحبت میکنی بگو ما هم متوجه شیم. ببخشید من میام مشهد یه هو هول میشم لهجم عوض میشه. آقا الان جا پیدا نمیشه به نظر من صلاح اینه که بریم خونه. اجازه بدیم ما بریم مستقر شیم. چش دوباره مزاحمت شیم. نگران نباش اکبر آقا ما میگردیم اینجا پیدا. دادا جان شکر من فکر میکنم صلاح این باشه که ما بریم خونه بذاریم این بندگان خدا هم راحت باشن تصمیمشون رو بگیرن دیگه. با اجازه شما ما کجا داری بریم؟ منصور اومده بعد ماشین منصور بهش بدیم ماشین خودمون بگیریم. منصور اومده منصور خدا 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 سفارش نکنم و گوش به زنگ باشید. درسته درسته آزاد احمدی با شما تماس میگیرم. سلام سرگو چی شد؟ با بچه عملیاتشون هماهنگ کردم قرشو تماس گرفتیم وارد عمل شد. ای بابا این کریم هم که هنو تماس نگرفته. میگم تعجبی این ماشین کریم رو هر روز ندازیدن ها. خیلی هم جای تعجب نداره. تجربه ثابت کرده اینجور آدم ها صبر و حوصله زیاد دارن. رابیوف برم جان سرگاه. میگم رابیوف یعنی برو دیگه از چه چه جان سرگاه. خسته شدیم از این همه حالا خون بالا خونه. ولی حاج خانم راست میگفت هتل گیرمون نمیاد. یه زنگ بزنیم بریم پیششون. وای نه مامان جانا من دیگه حوصله آشپزی ندارم. بابا پوست دستام رفته. این حاج خانم هر وقت منو میبینه منو میخواد به زور بفرسته تو آشپزخونه. آره بابا تو هم زیبراله یه تعارفی زدن میگن بودو بودو بریم خونهشون که چی. نه بابا هلکی که تعارف نکرد از ته دلش گفت. آقا کریم با ته دلش گفت من نمیام از الان گفتم اومدن اومدن وا جا داره جا داره بده من نداره خدا میدونه خدا میدونه من دیدم اون نیست خدا بله برو برو وقتش برو نه بابا سلام آقا این چه ایست هارت شناسه خودم این هم مال سایل ارزای کار رو به حرم باشه اینا درست فقط به احتمال 99 از اتاق خالی نداریم 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 من روزا چه کنم سری سری در باز کن تو نهی بودم نکن متاسفم. اتاق خالی ندارین؟ نه متاسفم. آقا همین دو دقیقه پیش گفتین دارین. من گفتم. بله شما گفتی. من گفتم. بله شما گفتی. الان به ما گفتی. آقا تو چشای من نگاه کن. تو چشای من نگاه کن بگو نگفتم. نمیخواد نگاه کنی. نمیخواد.
عجب زمونه شده تو روز روشن آخه دروغ میگم میزنه زیرش. الان شب تاریکی داره میزنه زیرش. بله. من تا حالا اصلا هیچ کدوم از شما رو ندیدم. اینا رو ندیدی؟ آقا یعنی چی؟ من همین الان اومدم گفتم نمیدونم در روز ندیدی؟ آقا یعنی چی ندیدی؟ من الان نیومدم اینجا. حسابشون. بله آقا مشکل پیش اومده. ما الان برادر گرام اومدیم اینجا گفتیم اتاق گفتن بله داریم. رفتیم تو ماشین آقا جون و مدارکو بیاریم. الان میگه نیستش داره میزنه زیرش. این هتل آنلاینه. شما تشریف بردید بیرون؟ بالاخره سیستم راه داره بابا آنلاین بلد نیست آنلاینه شما نداره خدمتت باشه از این آنلایناش دو تا اتاق جدا کن ما امشب سر کنیم خدا خیرت بده شرمنده اتاق نداره یعنی که چی چرا اتاق ندارین شما تو دقیقه پیش گفتین اتاق دارین الان میگین اتاق ندارین الان دارین ندارین ول کن آقا بگو تکلیف ما چیه ما رفتیم گفتیم اتاق دارن الان میگید نداریم آقا جون خودشون گفته بودن دارین بهسان تکلیف اینه که بریم دیگه نداره کجا بری زیور خانم یه دقیقه وایسا آقا کریم میگه اتاق نداره خب نداره چجوری به ما اتاق بده بابا 10 تا هتل رفتیم نداشتن اینم یکیش خودش گفت داریم مادر من الان داره میگه نداریم نمیشه که تکلیف ما باید روشن شه شما نگفتی داری؟ واقعا من شرمنده این آقایون تشریف آوردن خب بر رفتن تو یه لحظه سیستم آنلاین رزرو شده آقا خب ما پرسیدیم اتاق داریم که اتاقو بگیریم دیگه بگه نه الکی نمیپرسیدیم دریم که جناب شما اومدین گفتین اتاق خالی دارین من گفتم بله به مسی که گفتم بله شما سریعا دویدی بیرون هتل آقا ما دویدیم رفتیم بیرون خانواده و مدارکمون رو برداریم بیاریم خیلی خوب مادر دیگه بحث نکنین دیگه حالا کاری نمیشه کرد که خب ایشون اگه اتاق داشته باشه میده اتاقشو بعدش که نمیاد پرش کنه زیبا مادر جان ممنون از شعور و درک بالاتون خواهش آقا یعنی چی یعنی ما شعور نداریم ما بی شعوری بابا چرا شما داری همینو میگی پسرم من پدر شما هستم از شما خواهش میکنم ساکت باشین از آقام چیز کنین معذرت خواهی بکنین و عرض من چین دو توتا بینیم بریم بله پدر شلوغش در میبخش آقا ببخشیم بودی بینم شو ببینم بجم در باز کن تو نهی بردن نکن اومدن اومدن بینش کن آجی چی شد گرفت؟ بله گرفت سرتب گرفتم سرتب گرفتم برو سوار شو چشم آقا شو چشم من اینجا سوار میشم همه داره بله آخه من چی به شما میگم شما دوتا عقل داری؟ نباید یکیتون ماهی میساد فرم پر میکرد یکیتون میمد به ما خبر میداد ببین آقا کریم حالا حتما قسمت نبوده بابا میگردیم یه هتل دیگه پیدا میکنیم چی رو میگردیم پیدا میکنیم ما الان داریم 4 ساعت کل مشهد بالا و پایین میکنیم هتلی نمونده راست میگه زیبا الان ساعت چنده من از گشنگی دارم میمیرم از بیخوابیام دارم بالبال میزنم خیلی خوب بگو گشنمه حالا میریم یه جایی پیدا میکنیم میشینیم غذا میخوریم بعد میریم دنبال هتل میگردیم بابا ما هر چی که میگیم ماما خانم با صرف خودشو میزنه هتل نیست مادر من آقا جو ما الان داریم با پلیس همکاری میکنیم که درسته خب الان ما زنگ میزنیم به پلیس بگی آقا واسه همکارات یه هتل جور کن بله دیگه آقا جون سلامتی ما الان تو ماموریتیم ما یه هتل نمواد یعنی برای ما بگیرن اینو من نمیگم قانون میگه نه استفاده از اموال مرد ممنوع دیگه از این حرفا ما جونمون رو گرفتیم کف دستمون طرف نزن بینم جونم آقا دست پیدا میکنیم پیدا میکنیم نگران نباشید خسته شدیم آقا جون اکبر زاده به سرت نه شکوفه آبجی جان جانم اکبر یه دقیقه بیا داداش بگو قربونت برم چی یه زنگ بزن چت به کی به پریسا خانم دیگه یه زنگ بزن این هتل گیرشون اومده یا نیومده بابا چه زنگی داریم بزنیم یه کاره پسر جان تو منو قبول داری یا نه نه بله یعنی چی من به واسطه این شغلم میخواستم این نصیحتی بکنم که جاده زندگی عوض بشه آها شما لازم نکرده منو نصیحت کنی جاده زندگی منو عوض کنی ما همینجوری مستقیم میریم اکبر جان عزیز آقا نفهم بفهم من به واسطه شغلم میخواستم این نصیحت بکنم که من پیری نکن من دیر نده فیل کن هرچی قسمت بود همونه تو الان خودتو سبک کنی پاشی سنگ بزنی به اونا پس فردا که میخوای بری خواستگاری دخترشون
جلو پا سر میندازن. آها یه سوالی از شما داشتم. شما یک سال پاشت خونه ما رو در آورده بودی، ننه تفلک سنگ انداخت جلو پات. نه سفزاده نکن، ننه رو با دیگران مقایسه نکن. نه نه نه، ننه نازنینه، ننه استثناس، ننه جوانا رو میفهمه، ننه دل جوانا رو درک میکنه. بسه بابا اجتماع نکن. ببین راست میگه، این من شناخ دلم مهربونه، جوانا رو درک میکنم، سنگ نمیدازم سر را کسی. خب راست میگه دیگه، برای همون میگه مادره ببین دختره بپسند. ننه جا بسه دیگه، اینقدر از خود تعریف نکن، یه کاری واسه من بکن دیگه. شکوفه جان، جان دلم، شکوفه دخترم، بیا مادر جونم. ماما میگم یه زنگ به اینا بزن. به کی؟ به آقا کریم. اینا ببین هتل پیدا کردن یا نه دختر؟ باره که الان زنگ بزن. ببین اونا که چند روز سر تو حوار بودن، خونه خرابت کردن، این چند روز هم سرش عزیزم. آخه مامان من میگم خودمونو سبک کنیم، زنگ بزنی؟ بابا مگه ما رسمونه جلو با کسی سنگ بندازیم دخترم؟ اقدیم و ندیم گفتم، دختر عروس کردن یه جوره، پسر دنبال کردن یه جور دیگه است. برو دخترم، برو زنگتو بزن. باش یه زنگ بزن. شد من؟ نه من، مگه من میخوام بگیرمش؟ تو میخوای بگیری؟ این چه وضعشه؟ کوف بخوری شد به اینه نخو میخوام بدوزم بقیه شد. بگی ببین خجالت نمیکشه، این همه امدادش آفدین تو بروزی. خب با اون اینترنت دیگه هتل رزرو کردیم دیگه، حالا خون بالا خون نشیم دیگه. آدم چه کاری آخه؟ مامان ببین آقا جون، اولا اصلا معلوم نبود میخوایم بیایم مشهد، دوما تاریخ اومدنمون رو نمیدونستیم، سوما آقا جون وقتی میخوای بیای هتل رزرو کنی بس سر کیسه رو شل کنی. دو تا اولا دوم سوم کنی. من یه چیزی دلم میسوزه چی کار باید بکنم؟ با کائنا رو میگی؟ یه جار بدم اینو بدترش دیدی، حواسم نبود همه فهمیدن. حالا من میگم به جای این جر و بحث زنگ میزنیم بریم خونه حاج خانم اینا. خونه خب 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 بدی بده خود هم گفتی. حالا خوبه منم اسم داد و بیداد را بندازم؟ عیب نداره مامان جان، حواسش نبود آقا جون دیگه، ببخش. آقا من خونه اکبر مکبر نمیام، از الان بهتون میگم، یه فکری بکنیم یه هتلی چیزی مسافر خونه اصلا رزرو کنیم بریم دیگه. بله آقا جون منم نمیام، شما الان باید زنگ بزنی جناب سرگرد بگی یه هتل برامون بگیره، پولش هم خودش باید حساب کنه. سوء استفاده نکن، سوء استفاده نکن. من اگر دارم با پلیس کنم کاری میکنم به خاطر وجدانم، به خاطر اینکه دوتا جوون دارم. آقا جون سه تا ببخشید، سه تا جوون دارم، به خاطر این جوونا معتاد نشم. اگر این بند خدا جناب فرمان خیلی اصرار کرد که همه هزینه سفر تو پای ما. کی گفتن من نشنیدم؟ بابا قبل از که تو بیای تو اتاق خیلی حرفا به من زدی و تو نشنیدی. هی آقا جون وسیله دفاعی چیزی بهتون دادن؟ مثلا چیزی اسپری چاقوی؟ مادر کمربندش بود، هیچی بهش ندادن. آقا جون یه زنگ بزن ازشون بپرس بگو ما چیکار کنیم، رسیدیم میافته. ساده ای آقا جون قبول نکنه. خیلی بیشور و بیتربیتی ها آقا جون. درست آدم توی دست و پاک دستیه، ولی توی همون شرکت تو انبار کار میکرد، تو این 35 سال اگه روزی یه قطعه میداشت تو جیبش میاد بیرون. بله. من تو الان شاسی بلند سوار میدیم، الان چیزم صندلی هم سوار نیستی. بله بدبختی. بله آقا جون، آقا جون به نظر من شما یه زنگ بزن یه چیزی بگو یه کاری بکن. خودونت دارم بسر قیما بکر من میترکنی جنا سرنگ گفت وقتی که استقرار مستقر شدیم زنگ بزن. اصلا شد الان خودشون میدونم ما کجاییم. آخه مادر من اونها از کجا باید بدونن ما الان کجاییم؟ میشه؟ اون داستان پلیسی ها سرنگ نه اون جنا سرنگ خودش برگشت گفت ما خودمون تحت نظر کنیم. یعنی داستان پلیسی یعنی تحت تعقیب هم یعنی نگاه میکنه الان تحت نظری؟ این؟ منم تحت نظری. طبیعی باش طبیعی باش طبیعی باش طبیعی باش. دوستشون رو دوست دارم درده اینا اینه. چیه؟ نه بابا کجا میری؟ من خونه اکبر مکبر نمیام، اصلا خوشم نمیاد ازش. آره حالا میخوای بردار، اگه اصرار کرد بگو امشب و میایم، ولی دیگه فردا شب میریم هتل جایی دیگه. آقا جون الو سلام علیکم اکبر آقا، چطوری داداش با زحمت ما؟
شما سر گدوم آدم بیرون گرون شد ولی خوشمزه بود آره دست درد نکنه آقا دست درد نکنه میگم آقا کریم یه زنگ بزن به جناب سروان بگو که ما داریم میریم خونه اکبر آقا اینا جایی زیبر پیامک دادم تموم شد رفت ایوا شما که این پیامک دادین که ما نفهمیدیم یه چیزایی یاد گرفتم من به شکل سری بعد از تلفن اکبر آقا پیامک رو دادم مگه تاکید نکرد که زنگ بزنیم من برای چی آقا پیامک دادی مامان جان ما کلن زیر نظریم چه پیامک بدیم چه زنگ بزنیم فرقی نمی کنه که زیر نظریم کجا آره دیگه ما چون زیر نظریم داشتیم اینجا طبیعی جلوه میدادیم بازی میکردیم دیگه آقا بریم دیگه ریواس گرفتم اون قبایس دادن ریواس خوردنیه واریس گرفتیم بیا تو هم چپه حرف میزنیم بریم دنبال شما نه آدرس رو برام فرستاده فقط فکر میکنم چرا نیومدن سراغ ماشین الان که موقعیت دزدیدن ماشین رو دارم اینو میخوام اطمینان پیدا کنم چند ساعتی بگذره بعد بیام ماشین رو برم به هر حال حرفه ای هم دیگه بله خوب اینم هست احمدی فعلا برو ستاد برزم و سر بود ما هر چی از شما یاد گرفتیم به هر حال گفتم بیاییم خودتون اهل تعارفین اختیار داریم گفتیم مزاحمتون نشیم به اندازه کافی خونه شکوفه جون مزاحمت ایجاد کرد چه زحمتی این حرفا چیه زیبر جون شما رحمتی انقدر کنار شما به ما خوش گذشت که به خاطر شما گفتیم بیاییم مشهد دوباره با هم بگیم و بخندیم خدا خیرتون بده ما دیدیم شما مثل ما آدم های ساده ای هستیم بیرو در وایسی هستیم گفتیم با هم بریم یه سفری ایشالله تا آخرش هم خوش میگذره بله ما به در بازتون نیومدیم به روی بازتون اومدیم دیگه داشتیم میخوابیدیم بعد ننه گفتش که یه زنگ بزنید ببینید هتل پیدا کردن یا نه این موقع سال عمرن هتل پیدا بشه حتما به هوای هتل بردنتون یه چند تا مسافرخون نشون دادن درست آقا کریم؟ اکبر آقا میگم دیگه نه لازم نیست ما رخت لباسه خودمون آوردیم میگه شما زحمت آقا فرقی نمیکنه بپوشید آقا کریم دیگه تعارف چرا میکنی اینا همون یکی شمال پوشیده بودیم نه 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 اینا همش مال اکبر آقا فقط اینا رو جینی خریدین ارزون در بیاد نه ببین پسر جان من با دست خودم دوختم که گله گشاد باشه توش راحت بشینی من نه خیلی قشنگه هم مده هم جادار و مطمئن و خواهر جان ببین یاد بگیر میخوای شوهر کنی باید این کارا رو بلد باشی ها بهروز جان من پارسال رفتم یه دوره خیاطی دیدم پس خیاطی هم بلدیم به به حالا که اینجوری شد فردا با هم دیگه میریم بازار یه توپ پارچه میگیرم 10-12 تا پیژامه برامون بدوزین ها پیژامه که همش هم منم پیرن میخوام آره دوتا پیرن هم بدوزین این که چیزی نیست شکوفه جون دختر من بافتنی بلده گلدوزی بلده گلاب بافی بلده تازه ترشی برات میندازه که انگشتات هم میخوری میدونی که ترشی انداختن کار هر کسی نیست و باید به دست بیاد به به حالا که اینجوری شد پس فردا میریم بازار وسایل ترشی میگیریم یه 10-12 تا دبه ترشی هم برامون درست کنیم این که چیزی نیست من مربا درست کردنم بلدم بله کوبلندوزی هم بلدی؟ بله حالا که اینجوری بس کن شکوخ نه بابا ماخشون رو خورده دیگه روز برن استراحت کنن بیچاره ها نه بابا چه وقت استراحته میگم الان دندم های از اون صبح پاشیم بریم حرم یه زیارتی بکنیم نمازمون هم بخونیم بعد بیاییم بخوابیم دیگه راحت آره؟ بله خوب همگی بریم حرم خوبه دیگه بله بله همینجاست 20 دقیقه پیاده بیشتر راه نداره هم میریم یه زیارتی میکنیم هم نماز میخونیم هم یه ورزشی کردیم آقا بعدش پریسا خانم یه کله پزی هست چه کله پاچه ای داره وای وای وای
بابا حالا تو نیا دیگه. بله البته به شرطی که مهمون من باشی. آقا کریم من شما نداریم، حالا یکی حساب میکنه دیگه اونجا دیگه. بریم. خیلی خوب دیگه پس بریم. این جمعیت سلفی انداختن داره. وایس ما سلفی. آره سلفی. باشه. بابا آماده باشی. آماده این. خب خب جمع ترشین لبخند بزنین. آها لبخند. یک دو سه. بله آقا کریم. الو سلام عرض کردم جناب سرکار. حال شما خوب؟ ببخشینا بعد موقع زنگ زدم. من زنگ زدم خدمتتون بگم که ما الان در حال حاضر به اصرار اکبر اومدیم خونه مادرتون. بله 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 همون ننه اکبر. آره همه اینجا هستیم. بچه هم با عزتون اونجای شما نایب الزیاره قرار بریم حرم، اول زیارتی بکنیم، بعد نماز صبح بخونیم، بعدم جاتون خالی میخوایم بریم کله پاچه حسابی بخوریم. بچه خیلی جاتون خالی جناب سر. باشه آقا کریم برین بخورین نوش جونتون. یادی بریم ماشین اینجا میمونه، حواستون به ماشین باشه. ما حواستمون است. بعد خداحافظ. خداحافظ شما. خداحافظ. یه چیزی میخوردیم ما بود. چی کار داری که کیه؟ تو اینجا چی کار داری نسبت؟ من دستشویی. برو دستشویی دیگه. آقا جون ها میدونی اینایی که تو ماشینمونه چقدر پولشه؟ من از کجا بدونم؟ ننم قاچاقچی بوده، بابام قاچاقچی بوده، خودم مگه تو میدونی؟ بله آقا جون. من کجا میدونی؟ کیلویی 400 شوقه. 400 شوق چیه؟ درست حرف زن میرم. 400 میلیون به تومن؟ بله به دلار که تو کشور مبدأه. این چند کیلو زعفرون میشه آقا چون؟ نه کجا بدونم؟ 400 میلیون تومن. 3-4 تا 24 تا. نه بابا اشتباه میکنی جناب سرهنگ. نه نه جناب سر 3-4 تا 12 میلیارد تومن. میلیارد تومن. آره بابا پوله یه نصف اختلاس آقا جون. بابا حالا خیلی پوله ولی. آره ولی من میگم که میخوای که اینا تو ماشین ماه تو ماشین ما باشه؟ نه بابا خطرناکه. 400 میلیون چی دونی؟ دوازده میلیارد تومن الان ما ببینه. آب جانم آقا جون چی شد؟ تو قیمتی این ها کجا میدونی؟ آقا جون راستشه بدونی. آقا جون راستشه آقا جون تو اینترنت سرچ کردم از جون مرد چی به آدمی زاد همین چی تو اینترنت در کنه هم دستشون بودی. آقا جون من که این کارو کردم. آقا جون راستشه بدونی. آقا جون برم راستشه میگم. آقا جون نه آقا جون بابا ما با هم بودیم. آقا جون دایی ماشین آورد داد من کی وقت کردم بذارم توش؟ بله ما هم وسایلو با هم گذاشیم تو ماشین. جونه بابا تو راجع به من بد فکر کردی بابا. نه بابا آره بریم بابا بریم. این پولا از گلو ما فقیر بیچاره ها پایین نمیره. بابا جون بریم. آقا جون بریم یه آبم روش. یه آبم سبزه. چرا سرگود بنزینم داره تموم میشه؟ چه سلام میدونم؟ کم کم داره صبح میشه. من نمیدونم اینا چرا نمیان سر وقت ماشین. میگم نکنه متوجه شدم ما زیر نظرشون داریم. حالا معلوم میشه. بس صبر کنم. کریمه. بله آقا کریم. جانم بگو. آقا کریم جان بفرمایین شما. رفتین حرم ما رو هم دعا کنین. شما نگران نباش. ما هم حواسمون به شما هست هم ماشین. فقط آقا کریم یادت نره ها طبیعی و عادی رفتار کنید. تکرار نکنم صد بار. خداحافظ. این آخر کار میده دستمون.
میگم میخوای شما رو برام سه تا استراحت کنین، خبری شد بیدارت کنم. بابا فکر کنم من 1% بتونم پرچو هم بذارم. احمدی تمام مغازه هزار ماشاءالله مشهد وازه تا صبح. بابا برو یه جای چیزی بخوریم دیگه گشنمه. من که عرض کردم بریم یه جای غذا بخوریم. آل محمد السلام علیک یا نبی و رحمت الله و برکاته و سلام علینا و عباد الله صالحین. السلام علیکم و رحمت الله و الو سلام احمدی، کجایی؟ همسر بود به این چیزان رو میفتم بیا. خیلی خب زودتر بیا ببینیم چی شده. این کریم زنگ نزده، این قضیه ماشین خیلی داره بودار میشه. بیا ببینیم چی کار باید بکنیم. چشم همسر، منتظرم. واسه من همین پیاله رو یه مغز بندو توش، سه چهار تا پاچه، بعد دو تا چش، دو تا بناگوش، یه دونم اگه میشه زبون بنداز توش. دست در نکنه، فقط بگو بی زحمت چربی زیاد نریزه، چون من یه خود کبدم چربه. شکوفه جان تو چی میخوری؟ منم اصلا اشتها ندارم کام بیزنس، اصلا از گلوم پایین نمیره. هم اینه ماما آقا کریم شما چی؟ همین رو بده. اسم خوش زبون و اینا بیارم. نه من زبون نمیخورم. من زبون ندارم. واسه من دو تا دو تا درد نکنه. این آقا کامبیز چه اتفاقی براش افتاده اینقدر کله پاچه بدش میاد؟ والا ما این همه سال نفهمیدیم، اما اینو میدونم که اصلا بوی کله پاچه که بهش میخوره ها سردردی میگیره که نگو. یعنی کله پاچه این ور خیابونه، کامبیز اون ور خیابونه. من صبح دیدم داشتی میرفتی، منم یه چند بار مسیر رو بس کردم. خیلی عجیبه آقا جون. من اصلا باور کن من فکر کردم این آقا کامبیز بابت بو واکسینه شده باشه، چون با این شغلی که داره احساس کردم دیگه بو دیگه. نه بابا این احتمالاً تو بچگی اتفاق براش افتاده شده که نمیتونه بخوره. آره ما هم یه دوستی داشتی از مالی بعدش میام بعد بردیمش پیش دکتر روانشناسی، دکتر تحتوش رو پیدا کرد، فهمید که تو بچگی ماهی انداختن تو لباسش، دیگه ماهی بعدش میام بکنم. آقا کامیز هم هم یه عجیبه ها. یه خاطره کامبیز از بچگیش برای من تعریف کرده
که یه بار باباش با یه گونی سربسته میاد خونه. کامیز بچه بوده میدوی گونیه رو باز میکنه یه ها کله یه گوسفند اینجوری توی گونیه بوده. آقا کله گوسفند رو میبینه تا یه هفته این بچه تب و لرز داشته. چه نمیبریم نشون دور ببریم نشونش بدیم. آره حالا دیگه ببریمش دور برای چی؟ من سهمشو میخورم. آقا دست خدا دیبه خانم مال شما و با دیبه میخوریم. آقا دیبه دست شما در بخم تو اینجا چیکار میکنی؟ سلام آقا جون. سلام زهر ما. چی آقا جون؟ به تو چه؟ آقا جون من بالاخره نگرانتم، رفتیم کله پاچه خوردیم چربیش بالاست، شما هم سنت بالاست، نباید تنها بمونی. خیلی خوب برو بالا تو استراحت کن، نگران من نباش. من کیه یه موقع؟ به تو چه؟ هی میپرسه. باشه باشه برو بالا. باشه آقا جون. برو بالا. برو بالا. برو بالا استراحت کن بابا. ببخشید. حالا مشکل آقا. ببخشید. ترسیدی؟ چه اینجوری آدم صدا میکنی؟ بله بفهم. چیزه. پشیدن شما تو حیات خیلی راحت میخوابید. بعدش هم پشه بندازی. اگه اجازه یه متکا بیارم پشه بندم بیارم بگیرم که تا زور بکنم. جان من. آقا کریم. آقا کریم اگر آقا خوب با هم گل میدین و گل میشنوین و پدر سلواتی ها. آی چی آقا چون گرفت؟ بریم ملا بریم گرفت؟ یورینش آقا یورینش آقا الو سلام عرض کردم ببخشید چند بار زنگ خورد درد شده دوربرم شلوغ بود بله بله جاتون خالی ما رفتیم حرم کلت پاچم کردیم آقا جون بله بله من الان خستم میرم استراحت میکنم ولی تلفنم بازه شما هر وقت زنگ بزنید من در خدمتتون هستم قربون شما برم خدا چه مرگیده چی میگی؟ برم حرف میزنم این سویچ رو من میدونم واسه چی میخواد؟ خصوصی آقا کار دارم کار خصوصی تو من باید بدونم چیه این چی خب بگذاریم آقا جون من موندم چرا نمیان اینه کوکاینا رو ببرن بخت همه تو رو نیار با کسی نمیشنه اونو گرفتن خوابیدن اومد آقا من موندم اینه چی جوری سیکی رو کوکاین تو ماشین جا سدی بگم حرف بزنم میگی چرا فضولی چرا دوربر من نپلیدی دور دنبال خارف میرم اونجا یه سوچه مشه بده کار دارم دیگه ببینم چی کار ببینم چی کار داری تو نه مجبوری میکی چی کارم خیلی اگه کار دلکی باشه من میدونم تو عزیزا دلبرا جانا نگارا فراغت می کند دیوان ما را نشانی رد پایی گوش چشم به خانه راه گمگشت گمگشت بارا درد غربتم عمری گرفتم خودم اینجا دلم در خونه یا خدا من دا بگو آخر چگونه بسازم با غم یار و غم یار و غم سفر کن در جاده های عاشقی با من خطر کن عزیزم با من خطر کن از دوری و دیری به تنگ اومد
فکر فراق و تا باد از سر بدر دل نکرم از سر بدر کن خدا اینجا دلم در پیش در خدایا این سفر که می‌برسم خدایا کن سفر آسون برایم که بینم بار یکی بار دیگر دل برم قصد سفر کن در جاده های عاشقی با من خطر عزیزم با من خطر کن از دوری و دیری به تنگ اومد دل ای جان فکر فراغ و تابت از سر به در گلکم از سر به در کن